سلام، یکی از بزرگترین دردسرای زبان آموزای زبان فرانسه میدونید چیه؟ اینکه کجا باید بگن پلوس، کجا باید بگن پلو. il boit plus que moi، il boit plus que moi، plus que moi، plus que moi. plus de 10 km، plus de 10 km، plus de 10 km، plus de 10 km. توی ویدیوی امروز براتون میخوام کامل توضیح بدم که کی باید بگید پلو، کی باید بگید پلوس و البته کی باید بگید پلوز. اگه این ویدیو رو توی یوتیوب میبینید فراموش نکنید که حتما کانال فرانسه در خیابان، فرانسه دان لغو، عضوش بشید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید و تا آخرم با من بودید لایکش کنید، کامنت و مثالای خودتونم فراموش نکنید. این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. خب خیلی سریع بریم سر اصل قضیه. کلمه پلوس یا پلو جالبش اینه که دقیقاً دو تا مفهوم متضاد میتونه داشته باشه. یعنی در دو تا کانتکست متضاد مثبت و منفی، سانس پوزیتیو سانس نگاتیو، میتونه استفاده بشه و اتفاقا نکتهش برای پرونسیاسیون و تلفظ همینه. یعنی اینکه ما ببینیم آیا داره در حوزه یا در مفهوم مثبت استفاده میشه یا در مفهوم منفی. اگر ما این قضیه رو بهش دقت بکنیم تقریبا میتونم بگم خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم که باید بگیم پلوس یا پلو. خب بریم با این شروع بکنیم که کجا باید بگیم پلو، یعنی کجا اس رو نباید تلفظ بکنیم. همونطور که اشاره کردم اگر کلمه پلو معنای منفی داشت ما اس رو تلفظ نمی کنیم. میدونید در کجا کلمه پلو معنی منفی داره؟ وقتی که ما از در واقع حالت نگاسیون نو پلو استفاده می کنیم، یعنی نو قبل از فعل، پلو بعد از فعل، و تو این حالت معنی دیگه میده. دیگه نمیخوام، دیگه نمیبینمش، یا دیگه مثلا من از این غذا نمیخورم. تو این حالت که حالت منفی داره ما اس رو تلفظ نمی کنیم. پول افینی سون ور دو وان ای نان و پلو. پول در واقع لیوان شرابش رو تموم کرد و دیگه ازش نمیخواد. نو پلو، اس تلفظ نمیشه. جون پلو لا فورس دو جوه، دیگه توان بازی کردن ندارم، دیگه ندارم. نو پلو، اس تلفظ نمیشه. و یه حالت دیگه هم هست که حالت منفیه، اونم توی عبارت در واقع وقتی میخواید بگید منم همینطور برای یک جمله منفی، مثلا موانم پلو، یعنی منم همینطور. مثلا وقتی تو همون جمله قبلی دوستتون به شما میگه جون پلو لا فورس دو جوه، دیگه توان بازی کردن ندارم، شما میگید موانم پلو، منم همینطور. نون پلو، چون در واقع اینجا ما یک سانس نگاتیو داریم، معنی منفی داریم، اس تلفظ نمیشه. پس خیلی راحت در ترکیب نو پلو و در عبارت نون پلو به معنای در واقع منم همینطور، تو هم همینطور، یا حالا بسته به اینکه چه ضمیری رو شما استفاده بکنید، اس تلفظ نمیشه در این حالت. حالا دقت بکنید تو این حالت اگر بعد از کلمه پلو یک کلمه اومد، بعد از قید در واقع پلو یک کلمه اومد که با حرف صدادار شروع می شد، اینجا اختیاریه، میتونیم لیزون بکنیم و اگه لیزون کردید باید بگید پلوز، یعنی ز خونده میشه. مثلا پل نه پلو الکل، میتونید بگید پل نه پلوز الکل، یعنی پل دیگه توی مدرسه نیست. اما در حالتی که پلوس یا پلو معنای مثبت داره، یعنی لوسانس پوزیتیف معنای مثبت داره، در یک حالتش هست که اس تلفظ نمیشه و اون وقتیه که پلوس یا پلو بگیم در اینجا، بعدش صفت یا قید میاد. به عبارتی وقتی شما میخواید کمپاراتیف یا سوپرلاتیف بسازید، صفت تفصیلی یا صفت برتر، جوانتر، باهوشتر، بلندتر، یا جوانترین، باهوشترین، بلندترین، میدونید به اینا میگن صفتهای تفصیلی یا صفت برتر، که توی فرانسه فرمولش میدونید هست پلو به اضافه اون صفت یا قید
به اضافه کو. تو این حالت فراموش نکنید که اس تلفظ نمیشه. مثلا il est plus jeune que mon ami. از دوستم جوان تره. plus jeune que. اینجا اس تلفظ نمیشه چون ما صفت داریم جون و داریم در واقع از کمپاراتیف استفاده میکنیم. plus jeune que. یا il court plus vite que toi. از تو تندتر میدوه. اینجا در واقع ویت قیده چون داره فعل رو توصیف میکنه، یعنی دویدن رو یا دویدن رو. پس اینجا plus vite que، اینجا نباید اس رو تلفظ بکنیم. یا در حالت سوپرلاتیف همون جمله رو بتونیم بگیم il court le plus vite، یعنی از همه سریع تر میدوه. le plus vite، سریع ترین. اینجا صفت صفت برتره و اس تلفظ نمیشه. پس فراموش نکنید اگر بعد از پلو صفت یا قید اومد و ما خواستیم کمپاراتیو یا سوپرلاتیو بسازیم، اس تلفظ نمیشه. خبر خوب این که تقریبا تو همه حالتهای دیگه اس تلفظ میشه. یعنی شما اگه این دو حالت رو بدونید که اس تلفظ نمیشه، حالت منفی و در صفتهای برتر یا تفصیلی، تو بقیه موارد تقریبا اس تلفظ میشه. وقتی که پلوس معنی مثبت داره، به طور کلی مفهوم یا معنی دوانتج یا بیشتر داره. البته یه جاهای معنی اوانتج هم میده که حالا خیلی کمتر کاربرد داره، من کاری به اون ندارم، ولی در مفهوم دوانتج به معنی بیشتر، به جز حالت قبلی که راجبش صحبت کردیم، در همه جا ما باید اس رو تلفظ بکنیم. جولی و مانژه پلوس. جولی و مانژه پلوس. جولی میخواد بیشتر بخوره. بیشتر. هیچ کدوم از حالتهای قبل نیست. اثبات تلفظ میشه. پول و بواغ پلوس دو وان. پلوس دو وان. یعنی پول میخواد شراب بیشتری بخوره. اس تلفظ میشه. پول بوا پلوس کموا. پول از من بیشتر مینوشه. باز اینجا اس تلفظ میشه. پلوس به معنی بیشتر. دقت بکنید در جمله دوم پول بوا پلوس کموا درسته که حالت مقایسه‌ایه، یه جور کمپاراتیفه، ولی گفتیم ما در حالت مقایسه‌ای وقتی که بعد از پلو صفت یا قید بیاد نباید اس رو تلفظ کنیم. اینجا وقتی که من میگم پول بوا پلوس کموا، بعدش میبینید که اومده، پس حتما اس رو باید تلفظ بکنیم. به طور کلی اینجوری تو ذهنتون بسپارید، فعل به اضافه پلوس اس تلفظ میشه، پلوس دو به اضافه اسم اس تلفظ میشه. دقت بکنید در حالتی که ما در واقع میخواییم از صفتهای مقایسه استفاده بکنیم، یعنی حالت کمپاراتیف داریم، اگر بعد از پلو صفتی بیاد که با حرف صدادار شروع بشه، ما لیزون میکنیم و پلوز خونده میشه. مثلا cette maison est plus ancienne. cette maison est plus ancienne. اس لیزون میشه و ز خونده میشه. قبل از اینکه یه سری موارد خاص رو بگم، برای اینکه ذهنتون منظم و مرتب و دسته‌بندی بشه، یه بار دیگه خیلی سریع مرورش میکنم. در حالت منفی اس خونده نمیشه، پلو. در حالت مثبت اگر ما صفتهای مقایسه‌ای داریم میسازیم، یا برتر، بزرگترین، بلندترین، جوانترین، یا بزرگتر، بلندتر، جوانتر، یعنی بعد از پلو صفت یا قید میاد، باز اس تلفظ نمیشه مگر اینکه لیزون بشه. در بقیه موارد، به عبارتی در بقیه موارد مثبت که معمولا هم پلوس دیگه معنی بیشتر میده، معنی دوانتج میده، فراموش نکنید که اس حتما تلفظ میشه. بریم سراغ چند تا مورد خاص یا که پارتیکولیه خیلی جذاب. پلو پلو، ترکیب پلو پلو. تو این حالت مثال الان براتون میزنم، تو این حالت دقت بکنید که اس به طور عادی تلفظ نمیشه مگر اینکه لیزون بشه، و اگه لیزون بشه قاعدتا ز خونده میشه. مثال براتون میزنم: پلو ژاپن پلو ژم لو فرانسه. هرچی بیشتر یاد میگیرم بیشتر فرانسه رو دوست دارم. اس تلفظ نمیشه. پلو ژو مانژ پلو ژو گروسی. هرچی بیشتر میخورم بیشتر شاق میشم. اس تلفظ نمیشه. اما تو جمله پلو ایل ان پارل پلو ایل منرو، هرچی بیشتر ازش صحبت میکنه بیشتر عصبی میکنه. خب تو این حالت میتونید لیزون کنید، بگید پ
Plus il en parle, plus il m'énerve. هر دو درسته. اما دقت بکنید، حالت اول که اس رو تلفظ نمی کنید یه کمی فامیلیه تر و محاوره‌ای تره و حالتی که اس رو تلفظ می کنید یه کمی رسمی تر و در واقع غیر محاوره‌ای تر میشه. حالت بعدی، وقتی که پلوس معنی مثبت یعنی به اضافه بده، میدونید که از معنیش به اضافه است، اسش خونده میشه. مثلا میگیم ان پلوس ان اگل دو، یک به اضافه یک میشه دو، اس تلفظ میشه. حالت سوم وقتی که پلوس بعدش یک اسم میاد، حالا اون اسم بیشتر معمولا تو این حالت بیشتر مقدار یا حالا یک بخشی از یه چیزی یا یک کسر یا یک عدد میاد و معمولا هم پلوس دوه. مثلا میگیم پلوس دو دی کیلومتر، بیش از ده کیلومتر. پلوس دو لا مواتیه، بیش از نصف، بیشتر از نصف. پلوس دو کنزان، بیش از 15 سال. تو این حالت ها که بعدش در واقع یک اسم میاد که معمولا کمیتیه و معمولا هم با عبارت پلوس دو، عبارت پلوس دو استفاده میشه، اس تلفظ میشه. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگه باش حال کردید، اگه به دردتون خورد، حتما لایکش کنید و حتما کامنت بذارید و خودتون هم مثالای خودتون رو توی کامنت، چه اینستاگرام چه یوتیوب، با بقیه به اشتراک بگذارید. فراموش نکنید که کانال فرانسه دان لغو، فرانسه در خیابان رو توی یوتیوب عضو بشید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، دکمه نوتیفیکیشن هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای من اتوماتیک باخبر بشید.